امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما همراه شد. آقای معماریان، ارزیابی شما از این جابجایی چی هستش در یک همچین مقامی و چه اتفاقی میفته که شخص در این مقام برکنار میشه اصلا؟ به نظر مهمترین مسئله که وجود داره و در گزارش شما بهش اشاره شد این هستش که در طی ماه گذشته، در طی به خصوص یک دو سال گذشته، سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شکست‌های متوالی رو در واقع باش مواجه شد و در واقع میشد گفت که در طی ماه‌های گذشته سپاه پاسداران به زانو افتاده بود در خصوص اقداماتی که انجام میشد علیه ایران و این از چشم حتی ارزشی‌ها، اصولگرایان، انقلابیون هم دور نمونده بود که چطور میشه که از نظر حملاتی که به داخل کشور میشد، سرقت مدارکی که به هر حال در اختیار نهادهای خاصی بودش و همچنین کشتن برخی از دانشمندان ایران که در مجموع اتفاقاتی که میافتاد نشوننده این بودش کاملا کنترل از دست سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خارج شده و بسیاری از افراد در مورد این مسئله صحبت می‌کردن که باید نفوذ در سطح خیلی گسترده‌ای در این سازمان رخ داده باشه که به هر حال این همه سازمان‌های اطلاعاتی خارج از کشور بتونن که استیلا داشته باشن در کشور و علاوه این که سازمان اطلاعات سپاه در داخل کشور در برابر فعالان مدنی، فعالان کارگری در خصوص مسائل داخلی کشور یک مشت آهنین و کوبنده‌ای داره و همه چیز رو از دید امنیتی و از دید سرکوب می‌بینه، وقتی میرسه به سازمان‌ها و نهادهای امنیتی خارج از کشور می‌بینه که دیگه دستش باز هستش. بنابراین حالا به هر حال خود این مسئله مهم هستش که ببینیم که چرا آقای طائب عزل شدن و یه نفر از حفاظت اطلاعات اومده در واقع به جای ایشون قرار گرفته، ولی مسئله اصلی این هستش که به هر حال در از اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه همیشه بهش افتخار بکنه، اونم وضعیت نهادهای امنیتی اطلاعاتیش بوده، می‌بینیم در طی سال گذشته رو به قهقرا گذاشته و شکست‌های متمادی که وجود اومده باعث شده که به هر حال همه نگاهشون بره به سمت آقای طائب که ایشون در طی سال گذشته فراتر از کسی که بعد در جایگاه امنیتی اطلاعاتی باشه، کسی بود که در منازعات سیاسی داخل کشور هم به حال یک پای ماجرا بوده و که به نظر خطر بسیار زیادی داره که کشورها مقامات امنیتی و اطلاعاتیشون وارد دعوا و نزاهای سیاسی بشن و از این جهت هم به نظر من حائز اهمیت هست کسی که به هر حال خودش رو وارد عرصه‌های مختلف میکنه، از سیاست خارجی گرفته تا مسائل داخلی کشور، به نزاع بین گروه‌های سیاسی. به هر حال این هم نهاد رو آسیب پذیر میکنه و همین که به هر حال کارکرد و کارایی اون دستگاه اطلاعاتی امنیتی رو کاملا کاهش میده. خب آقای معماریان، شما از اهمیت برکناری مقام حسین طائب به ما گفتیم، ولی فکر میکنین که این برکناری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ ببینید، مسئله اصلی که الان جمهوری اسلامی مواجه هست مسئله نفوذ هست. باید دید که آیا برکناری حسین طائب در واقع همراه خواهد بود با یک ریزش گسترده‌ای در نیروهای سازمان اطلاعات سپاه؟ آیا در طی ماه‌های هفته‌های آینده، روزهای آینده، ماه‌های آینده ما شاهد این خواهیم بود که بسیاری از افرادی که در به هر حال این سازمان فعالیت می‌کردن به عنوان نفوذی، به عنوان عامل اسرائیل، به عنوان کسانی که به هر حال در طی در بخش‌های مختلف باعث شدن که این شکست‌های اطلاعاتی اتفاق بیفته، اینا دستگیر خواهند شد و برای پاکسازی اتفاق خواهد افتاد؟ این یکی از تبعات موضوع خواهد بود. مسئله دیگه این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی حتی اگر نتونه که چنین چیزی رو ثابت بکنه یا حتی نتونن واقعا شناسایی بکنن که از نظر کارکرد واقعا چه دلیلی وجود داشته که اتفاقات افتاده، مسئله که دارن این هستش که بتونن که یک سازمان سپاه پاسداران یک نیروی کارا بکنن. یکی از تبعاتی که به نظر من وجود خواهد داشت این هستش که اگر که بخواد که جمهوری اسلامی با خطراتی که بهش مواجه هست مواجه بکنه، بخواد که مبارزه بکنه، در صدد این بر بیاد که به هر حال یک نیروی کارآمدی در اونجا ایجاد بکنه. مسئله که وجود داره این هستش که در جمهوری اسلامی واقعا افراد بر اساس کارآمدی انتخاب نمیشن و سیستم های اطلاعاتی ایران بر اساس وفاداری هست تا بر اساس کارآمدی و از این جهت تصوری که ما فکر کنیم که مثلا سازمان اطلاعات سپاه در واقع تغییر ماهوی خواهد کرد و ماموریتش عوض خواهد شد و افراد کارکشته اونجا خواهند اومد و حفره‌ای که در اون وجود داره بسته خواهد شد، این کاملا تصوری هست که به نظر من امکان تحقق نداره. اون چیزی که وجود داره این هستش که به هر حال این تغییر و عزل آقای طائب نشون دهنده این هستش که نظام دچار یک واهمه ای هست، این سراسیمگی وجود داره برای اینکه به هر حال این اتفاقات که در اطراف کشور میفته، در داخل کشور میفته رو مهار بکنه و یک جور پاسخگوی افکار عمومی باشه. ببینید، به هر حال الان اون چیزی که وجود داره
این هستش که در داخل کشور، در خارج کشور، در محافل مختلف اون اقتداری که سپاه پاسداران ازش یا به هر حال سعی می‌کرد که یه اقتداری از خودش بسازه، اون اصلا وجود خارجی نداره و یک نوع در واقع ضعف گسترده در مدیریت، در کارکرد، در به هر حال توانایی‌های این نیرو به خصوص در حوزه اطلاعاتی دیده میشه که از این جهت به نظر من چالش بزرگی خواهد بود که جمهوری اسلامی در طی ماه‌های آینده علی‌رغم تعویض آقای طایب در واقع باش مواجه خواهد بود. سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار که از دیترویت با ما همراه بودید.